سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال رد باز. این بار عزیزان دل قرار بیم سراغ قسمت دوم بازی فوق العاده جذاب و اکشن و قشنگ و خوشگل فاینال فانتزی 16 و قرار ببینیم ادامه ماجرا چه قراره و اینکه جونم براتون بگه که باید بریم به منطقه به اسم استیل ویند و اونجا با یه سری گابلین بجنگیم و خودمونیم و دوتا از سربازه خوب ارتش روزاریا هم همراهمون قرار باشن و بهمون کمک کنن عزیزان. و ظاهراً طبق توضیحات که پایین سمت چپ نوشته، استیل ویند یه زمانی خیلی منطقه متمدنی بوده، خیلی خفن بوده، ولی خب دیگه رها شده و متروکه شده الان و فقط و فقط یه سری موجودات وحشی اونجا میپلکن، موجوداتی که از اون ددلندز، از اونجایی که بیماری و آفت اونجا رو فرا گرفته، کوچ کردن اومدن اینجا و اینجا اتاق کردن و اینجا حالا یه جای خطرناک و عجیب غریبیه، یه فضای باطلاقی و آره داستانداریه دیگه. بریم ببینیم ماجرا چه قراره، فاست ترافل کنیم به این منطقه و بریم سراغ ادامه ماجرا. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره عزیزان دل. خب صدای بازی رو هم یه ذره زیاد کردم، قسمت قبلی صدا کم بود به نظرم، کم نبود، میتونست بالاتر باشه، بیشتر باشه. بگید نظراتتون رو که صدای بازی چطوره، حتی بیشتر باشه کمترش کنم چیکار کنم. Keep your eyes open for those goblins. چشو چالتون رو باز نگه دارین، حواستون جمع باشه، گابلینا الان نریزن سرمون. جایی که گزارش داده بودم بهمون که گابلین ها رویت شدن همین جاست. این داشتون هم میگه اینجا همه منطق باطلاقیه، حواست به جایی که قدم میذاری باشه. سر برم خفاره، هم حواس هم به اونه، هم حواس هم به هر چیز دیگه ای که فکر کنی. خب Lost in a fog، گم شده در یک مه، داره یه چیزی رو بازی به ما معرفی میکنه به اسم تایملی اکسسوریز که قبلا توی گیمپلی هایی که قدیم از بازی منتشر شده بود اینو معرفی کرده بودن، گفته بودن از اونجایی که بازی درجه سختی نداره و همه توی یه درجه سختی باید بازی رو تجربه کنن، برای اینکه بازی رو برای یه سری آسان تر کنیم اومدیم یه سری قابلیت ها رو با بازی اضافه کردیم، یه سری آیتما رو دادیم که با استفاده از اونها شما میتونید بازی رو برای خودتون آسان تر کنید. مثلا ما یه حلقه ای داریم به اسم رینگ آف تایملی استرایکس که این باعث میشه که شما با فقط زدن مربع بتونید یه سری کمبوهای زنجیره‌ای رو پیاده کنید رو دشمن خیلی راحت. بعد یه دونه دیگه هست به اسم رینگ آف تایملی فوکس که اینو بزنید مثلا دشمن که داره بهتون حمله میکنه سنایسه میشه و شما خیلی راحت‌تر میتونید ایویت کنید، جا خالی بدید. اگه بریم تو تب گیر ان آیکانز، این سه تا جا خالی رو میتونید با این حلقه پر کنیم که 4 تا حلقه داره و یکیش مثلا مخصوص فوکس، یکیش ایویشن، استرایک و هیلینگ که هر کدوم یه سری قابلیت داره بازی رو ما آسان تر میکنه. فعلا هیچ کدوم از اینا رو اکویپ نمی کنم، بریم جلوتر یه خود بجنگیم ببینیم درجه سختی بازی در چه حده، اگه لازم شد دستمون میکنیم یه این حلقه رو. یه خیلی راه صافی نیست. خب یکی از سربازا گفت این راه رو خیلی بهش نرسیدن، این معلومه که رهاش کردن و رفتن، کسی براش مهم نبوده این راهه. و این داداشون من گفت که آره فهم کنی کی قرار بوده به این مسیر برسه، به این جاده برسه، همشون به خاطر آفت اینجا رها کردن رفتن، کسی نمونده اینجا. سخت باورش که یه زمانی آدم ها اینجا زندگی میکردن. خب دهکده قدیمی سیلویند جلو ملوه هاست که ظاهرن چیزی ازش باقی نمونده. دو تا گیل گرفتیم، واحد پول بازی های فاینال فانتزی گیله. یه پشه جلو دهنمه، برو برو پدر سک. اوه صدای گابلین هاست. یه گابلین های عجیبی داره بازی. قدشون بلنده چرا؟ آخ اس کله دست با چلفتی. اوه ترسناکه. اصلا شبیه گابلین های کلاسیک نیسته. همراه من بیایید.
داره فنی به اسم ماجیک برس رو به ما یاد میده که اول مربع میزنیم به دشمن، بعدش مثلث میزنیم. آها اوف برو خونه تو، نه این کاره نیستی، نه بازی سخت نیست. گابلین داریم اینجا، پس گزارشات واقعی بوده. یه باز بریم جلوتر، احتمالاً گابلین های بیشتری روبرومون داریم. خوبه کامت بازی تا الان خوب بوده، فضاش خوبه، کنترل کاراکتر خوبه، یه خورده چپ و راست کردنش عجیب غریبه که خیلی غیر طبیعی نیست برای بازی فاینل فانتزی. کلن یه سبک راه رفتن خاصی دارن همیشه تو بازی ها. عجب موزیک بک‌گراند آرامش بخشی داره. یه تانیک استرنگت پیدا کردیم، تانیک قدرت، معجون قدرت. به سیلویند خوش اومدی. مراقب باشید سرورم. آها این دکده قدیمی سیلوینده، هیچی ازش نمونده. میزنه بابا باریکلا، داره لوت کردن رو بهمون یاد میده. میگه بعضی از دشمن ها لوت میندازن دیگه، سکه و واحد پول بازی و این داستان ها، که رو جنازه شون برید یه چیز براقی هست که به محض اینکه از روش اچی به صورت اوتومات خود کارکتر اونو برمیداره. اینا مثلا لوتن اینجا. ایوه لوت کردنش اوتوماته خوبه. بازیه که لوتشون اوتوماته رو خیلی دوست دارم. حتی بعضی بازیه مثل Red Dead 2 خوبه که نیست، چون واقع گرایانه است بازی. ولی بعضی بازیه که واقع گرایانه نیستن که بری دستی لوت کنی عذاب آوره. یه خورده پوشن داد بمون. خب دو تا پروانه گنده داریم اونجا، چیه ماجراش؟ جای پوشنم پر شده. چرا؟ حیف شد که پوشنه الان. جونم پره یه چی؟ جونم چجوری نشون بدم؟ پره. یه تانیک برای تانیک مثل اینکه جا داریم. از اینجا بپر. باری کلا. خب ببینیم پروانه ها ماجراشون چیه؟ هیچ دکوری بودن. یکی دو تا سه تا. خوبه خوبه. اوه یه دشمن جدید داره میاد. یکیشون داره جادو میزنه، میبینین؟ کدومشونه؟ اونه ویوره. داره پری کردن رو یاد میده. میگه همون لحظه که دشمن بهت ضربه میزنه اگه سری مربع بزنی ضربه شو دفاع میکنی و موقتا زمان آهسته میشه و میتونی ضد حمله بزنی رو دشمن. کیالا یه جون بزنیم جا جونمون پرشه. سه تا پوشن کوچولو داریم، دو تا های پوشن داریم و یه سری تانیک هم داریم که شروع هنوز استفاده نکردیم، حالا به وقتش استفاده میکنم. مسیرمون اینه، بذارید همه جور کامل بگردم.
تو. چیز دیگه ای نیست. برو بریم. کلا لگدای قوی داره بی شرف. بیداریم کم کم نزدیک میدون قدیمی دکده میشیم، شاید لونه یه گابلین ها باشه. به نظر نمیاد که لونه مونه باشه، خالیه. اوف، جا خالی خوشگلی داد جادوگرشونه. خب لونشونه، حدس درست بود. ای پدر سوخته های مخفی کار، گیر افتادیم. سرورم چی کار کنیم؟ دارم یه نقشه چیزی میکشم، صبر کن. شیپور دستشه. اوه، رهبرشون اونه. شیپور دستشه. شیپور بزنه بدبخت. یه باس اول ترتیب پیروان رهبر رو بدیم، بعد بریم سراغ خود رهبر. خب این دیالوگایی که حین جنگیدن میگن اگه مهم باشه من براتون زیرنویس میکنم، حواستون به زیرنویسا هم باشه دیگه. اوف، باریکلا. تمومه. خب فقط اون رهبرش بازداره شیپور میزنه یه موج. اوه رفیقش رو دعوت کرد. آقای بیت رو پات بیست ولش شو. خب میگه اینا دشمنای بزرگترن، دشمنای سرسختین که باید حواست جمع باشه وقتی با اینا میجنگی، جونشون بیشتره. و اینکه از اون بلسینگ آف دی فینیکس استفاده کن که اون متراژ ارادهشون رو کاهش بدی و اونو بشکنی و ترتیبشو بدی و این داستانا. نیاز به این حرفا نیست، ما میزنیم پارش میکنیم الان. اوه داداش آروم باش، شوخی کردم. اوف چه سنگین زد پسی کردم. بوشینه چقدر کم جون میده. بذاری تا تانیکا رو مصرف کنیم این رو چیکار کنم. داداش بایی سلسته بسری هستی. نه این جلو ها. خب پارشال سگرش کردیم، یعنی اون متراژ ارادهش 50% شده و نیم گیج نیم سر حاله. و تو این وضعیت میتونیم ضربات بیشتر بهش بزنیم. آخ خواستم جخال بدم. باز هم میخواستم جخال بده نشد. آها حالا شد تمومه. چرا ارادش چه نمیکشه؟ خب خب ایوه استگیرش کردیم. حالا یه وقتی استگیر شدن افتادن رو زمین میتونی بری بهشون ضربه بزنی و ضربت تا مکسیموم 150% قدرتش افزایش پیدا میکنه. عجب. اوه 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 اوه
چقدر خوبه کامبتش. خدایی جاقاله دادم این دفعه دیگه. جونام ته کشید. اسم داداشم گیگاس، اسمشو تازه دیدم. آها 50% سگه شد. بیایید بریزید سرش، دورش کنید، اونش ندید، نسید بودنش. آخ آخ بودنش هنوز بلند نشده. یکی منو کش مثل اینکه یه جیغ عجیب غریب زد یکی از بچه ها. نه این کار نیستی، نه نه نه. چقدر خوبه. تمومه. اوورکلا بابا بارکلا. خب حالا غنایم جنگی رو قرار به ما بده. اکسپریانس داد کلی، لیول اپ شدیم، لیولمون شد 6، هچپیمون شد 820، اتک 72. بارکلا بارکلا. لایک کنید لایک کنید، ببینید لیول اپ شدیم. خب یه آها این غنایم جنگی رو داره توضیح میده. آبی ابیلیتی پوینته، قرمزه اکسپرینس پوینته، بعد آیتم این داستان هم میده با آوری کلو بهت. خیلی این اوائل که میبینید خیلی توضیح میده همه چیزو، شاید براتون یه خورده حوصله سربر باشه، ولی بدونید که دیگه بخش آموزشی ماجرا ما هنوز تازه داریم با کامبت بازی آشنا میشیم. تو دل ماجرا که بریم دیگه اینجوری نیست که هر چی در اتفاقی که میفته نوشته بیاد یه بلاک نوشته بیاد رو صفحه توضیح بده که ماجرا چیه. اینا اول بازیه. اینجوری نشه که زده شید از بازی بگید چقدر می نویسه، چقدر خوندنی داره. او چه حرکت سامورایی زد، سامورایی خونو اینجوری می چکوندن. برگرد و بی جنگ ترسو، برید دنبالش قبل از اینکه باقیشون رو احضار کنه. خب یه سری ابیلیتی پوینت داریم، اینا رو میگه میتونی از تو منو خرج کنی. میایم اینجا، ها این آیتم رو پیدا کردم، اول اینو اکویپش کنیم. یه آرملت، یه بازوبند انگار که چرم سخت جنسش. خب ابیلیتی پوینت هم داریم دیگه، قاعدتا باید داشته باشیم. 152 تا ابیلیتی پوینت داریم. آها اینا مثلا 300، اینا رو میشه خرید. آره اینا رو میشه خرید. این چیکار میکنه؟ آها جادوی قوی تر میزنه، خوبه. ضرب در میزنیم اینا خوبه. اینا همه ارزونه، این ارزونا رو یه دور بگیرم بعد برای آپگریدشون یه پول کم میاریم دیگه. خب اینا رو میگیرم. خب به این نرسید دیگه، به این نرسید اشکال نداره. بریم برو بریم. بازی واقعا به من تا الان خیلی خوش گذشته. امیدوارم، واقعا امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه. اونجاست، برید دنبالش. لعنتی. خب عجب پدر سوخته بروجکیه. زشت. یه کار تمومه. چه شورتی داره.
لونگ آویزون کرده به خودش. باس فایت داریم عزیزان. اون قبلیه باس فایت نبود، اون مینی باس بود. این باس واه، عجب صحنه خوشگلی بود، عجب صحنه خوشگلی بود. یک مورول، یه مورول اومده این انقدر به جنوب قلم روی ما. یه حواست به دهنش باشه، اون نفسش از گازش بیشتر صدمه میزنه. مورول جونش رو کم نمیشه، فکر کنم باید بازی رو ایزی کنیم. چرا جونش کم نمیشه؟ چرا کم نمیشه؟ آه کم میشه، ولی خیلی کم کم میشه. اگه من بفهمم با کجات میخوای. اوه او گن میده. گفتم از ذهنش فاصله بگیر. خدا وکیلی جا خال داده. نه نه این کار نیست. اوف خوشگل بود، خوشگل بود، خوشگل بود. یک دیوار کرد، امونش ندید، امونش ندید. بزنید، بزنیدش. خیلی سختی، من پاره میشم اینو بخوام بکشم روی این درجه سختی. اوه کجا داره میده؟ ایده ای ندارم. ای 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 دست همو یکی بگیر. اوف سینماتیک سترایک باریکلا، حمله سینمایی عجب. اوف عجب چیزی بود، عجب صحنه‌ای بود. خب یه قبل از اینکه بلند شه به خودش بیاد، بزید سرش دورش کنید، ده پاشو بیارید. یه خود موجوده خنگ میزنه، دلم براش میسوزه. خلوزه خود. فاصله فاصله فاصله، چیکار میخواد بکنه؟ او از همه جاش دود زد بیرون، نفسش از همه جاش زد بیرون. آها آها چی شد؟ بله یه ذره دیگه، یه ذره دیگه. اوخ اوخ اوخ، شما جونشو این داستان رو نمیدونید کامل، الان تازه فهمیدم. ای بابا جونش الان نصفه شده عزیزم. جنگای طولانی رو در پیش داریم. وای نه 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 تو اخ رفت زیر. یه خیلی زود میکشه بیرون خودشو، خیلی ایزی نمیمونه. بازی سینماتیک استرایک دیگه داریم. من نمیتونم اینجا بیفتم بمیرم. سینماتیک ایویژن داریم حالا. عجب
سگه شد بریزید سرش. واسه حمله آخر سر برم. خب بیاین شما بزنین دیگه، نون نخوردین بابا، حیف نونو. چون کنی چی کار میکنی؟ این جدیده. اوه عصبیش کردی. بکشی لقب. آخ اوه عقب یک چهارم یک پنجم جونش مونده. اوف نزدیک بود. تمومه، استگیرش کردیم. خب بزنید جون مادرتون، بزنید داداش، بزنید بلند شد. ای بابا باز بلند شد. عجب کمتی دارم. بودو آی بدبخ شده. وای تمومه. سگرم شد که دیگه کارش تمومه. از بول کلا نفسگیر بود. مربول رو کشتیم. بنام جنگی چی حالا؟ عجب جنگی. لیول آپ هم شدیم، لیول 7. ایوه خب چی؟ هیچی؟ هیچی نداد. قنایم جنگی 0. مالور سر برم، آب بزن. مرسی مشتی. اینجا فکر نمی کردم ببینمش. نه تنها گابلین اومده توی روزاریا، مربول هم اومده. گفت به سرورم پیغام میفرستم که واسه ما مثلا یه سری نیرو این داستانا بفرسته. اگه اینجا جلوشون رو نگیریم دیر یا زود میان جلوی دروازه های ما. بس بی جنبیم. بعد تاریکی قطعا نمیخوایم اینجا گیر بیافتیم. یا اگه الان را بیافتیم قطعا قبل از اینکه هوا تاریک شه شب شه میتونیم خودمون رو به دروازه ققنوس برسونیم. آفت لعنتی. هی
این آفت و مریضی هنوز معلوم نیست موجودش چیه، ریشش چیه. خب حالا داریم میریم به سمت جاشوا و بابامون و این داستانا. دروازه ققنوس. دروازه ققنوس یک قلعه است توی قسمت‌های شمالی روزاریا که نه تنها هدفش اینه که جلوی حملات رو از سمت شمال بگیره، بلکه یک مکان مقدسه که دامیننت روزاریا میره اونجا و با نیاکانش ارتباط برقرار میکنه و از اونها مشاوره میخواد. عجب، پس به خاطر همین رفتن به اون دروازه. عجب که مشاوره بگیرم ببینن آیا جنگ به صلاحه یا نیست. فکر میکنم که دیگه، آره فکر میکنم تابلو باشه این قضیه. تا الان دیگه اینقدر توضیحاتی که پادشاه داد و اینا، آره دیگه قضیه همینه. یهو هزاران چشم قرمز. نه سب کن تا اینو بشنوی، سب کن تا اینو بشنوی. ارباب شمشیرشو کشید. یو رئیس قبیله این گابلین ها اومد جیغ میکشید، گفت مابلون تو بیان بیان بیان. داستان داره تعریف میکنه از از رشادت های کلایف داره میگه. مشروب بخورید و اشغال کنید پسرا، بعد باز بریم سر کار. یه احتمالاً خیلی باعث خوشحالی و افتخار توی که دانش آموزت اینقدر واسه خودش اسم و رسمی به پا کرده. ارباب جوان آینده روشنی جلو خودش داره. آره و شاید یکی از این شبا افتخار ملحق شدن به ما رو هم بهمون بده. جمع اینا نمیاد مثل این که به سره. چراشو نمیدونم. عجیبه. آخه اشتها نداری؟ کل غذات تموم کردی؟ حالا مثلا لوسبازی داری در میره اشتهانت؟ هویجشو نمیخورم، بدمزه است. حالت خوش نیست؟ نه پدر، فقط یه خورده خسته. خب روز طولانی بوده پسرم. اونه همه شون کلایو رو دوست دارن مگه نه؟ آره برادر تو شیلد خوبی خواهد شد، ما هممون بهش افتخار میکنیم. پدر؟ چرا دامیننتو همیشه توی خانواده ما به دنیا میاد؟ به نظر عادلانه نمیاد. ما بدون نعمت کریستال ها نمیتونیم زندگی کنیم و کریستال ها از طریق ما قدرتشون رو، جادوشون رو به کار میگیرن. تو شامل حال نعمت اونا شدی جاشوا، شامل حال نعمتی شدی که دامیننت شدی که قدرت یک آیکون رو در دست شوشو به کار بگیری. خانواده ما انتخاب شدی که این قدرت رو با مردم سهیم شه، پس این کاریه که ما باید انجام بدیم. اخ من عاشق اینجور آهنگا. بلندتر بکنین دوستانم، بلندتر. آخ آخ این آرامش قبل طوفانه. قول میدم بهتون هر وقت تو فیلم ها و داستان ها فکر نمی کنم کسی دلش واسه من تنگ شه، یه کسی جای خالی من رو احساس کنه. منظورش این بود که من برم دیگه، اینجا جای من نیست. آره معمولا تو فیلم ها و داستان ها قبل از این که یه کشت و کشتار عظیم رخ بده و یه سری اتفاقات تلخ بیفته، یه همچین ضیافتی به پا میشه و یه سری ها مثلا دوره هم عیش و نوش و رقص و خوشحالی و این داستان هست. جیره تفلک احتمالا داره به این فکر میکنه که تو کجا رفتی. قایمکی با ما اومده مثل این که این سگه. گفت بهت میگن سگ شکاری چه بزشه.
So this is where you've been hiding. پس اینجا قایم شده بودی. What are you doing out here? تو اینجا چی کار میکنی؟ I didn't see you at the feast. تو زیافت تو رو ندیدم. Feasts are the only time shields are allowed to take their ease and یه زیافت تنها really been one for cakes and ale. زمانیه که شیلتا میتونن آزاد باشن و راحت برخورد کنن و من همیشه خیلی اهل کیک خوردن و مشروب خوردن این داستانه نبودم. من خودم شخصا سبزیجات رو دوست ندارم. کوچولو. ماهشون همیشه کامله. همیشه ماه شب 14 است. خوشوالش. شنیدم یه موربول رو کشتی. All the men were singing your praises. تمام افرادمون داشتن از برای قدردانی از تو شعر می‌خوندن این داستانا. I joined the ranks. Everyone thought I was a spoiled little lordling. یه قبلا اینطوری نبودم. وقتی من به سرباز ملحق شدم، به ارتش ملحق شدم، همه فهم کردم من یه بچه سوسولم که چون بچه یه لرده اومده تو ارتش و این داستانا و بهم بها نمی‌دادن. آدم حسابم نمی‌کردن. If I didn't know how to handle a sword. اگه نمی‌دونستم چطور از پس شمشیر بازی بر بیام همه به میخندن میخندیدن مسخرم میکردن و میشدم سرفکندگی آرشدوک به عنوان اولین پسرش. تو اون کسی هستی که اونا واقعا بهش باور دارن. من حسودیم میشه. نه این حقیقت نداره. اونا به من باور ندارن. اونا به قدرت دامیننت باور دارن. My brother the Phoenix. برادر من ققنوس. فرمانده زندگی و مرگ. این عادلانه نیست. باید تو دامیننت می‌شدی. من توان رهبری و هدایت مردممون رو ندارم. قدرتش رو ندارم. ولی تو داری. Every man has his duty. هر مردی وظیفه خودش رو داره. وظیفه ما هم مدت‌ها پیش مشخص شده بود وقتی که نیاکان ما انتخاب کردن که دامیننت رو به عنوان آرشدوک روزاریا برگزینن. یعنی پس نیاکان اینا اینطوری بوده که یه نفر مثلا تو این روزاریا تو این قلمرو اینا شده دامیننت، بعد مردم بهش بها دادن گفتن دوش دمت گرم تو بیا بشو فرمانده ما، پادشاه ما، رئیس ما، و اون شده مثلا آرشدوکشون و بعد نسل در نسل یه دامیننت تو خانواده اونا باقی مونده و اینا هم دامیننت بوده خانوادهشون، هم انگار رئیس رؤسای این قبیله بودن. عجب. گفتم قبیله منظور قلم رو بود. آره. سرنوشت روزاریا روی شونه های دامیننت نشسته. وظیفه توئه که این بار رو حمل کنی. پس تو چی؟ من به دنیا اومدم که سپر تو باشم. به خاطر همین نعمت ققنوس شامل حال من شده که فرمانده آیندمون رو هر طور که شده سالم نگه دارم. هر چقدر هم که اوضاع سخت شه من هیچ وقت باعث سرفکندگیت نمیشه. ممنونم کلاید، میدونم همیشه مرغ من خواهی بود. کوچولو. قبل از اینکه بتونم این کار انجام بدم تو خودت باید از خودت مراقبت کنی. باشه؟ ای جون. من باید برم تو. از وقت خوابم گذشته. شب بخیر تورگل. ای جونه. از پایتخت واسه تون منابع آوردیم، آذوقه آوردیم. خود چک کن اسکول. چه
چک کن تو اون گاریا رو. You took your time sampling the wares, were you? می خیلی طول دادین ها داشتین بسات رو خودتون تست میکردین، آزوغا رو تست میکردین خودتون ها. اونم خندید. Good job the north is full of enterprising traders keen to keep us in wine. Spare a bath, you boys and people. بله تابلو بود، تابلو بود. بله خوشگل کشش. اوه جدی شد. Gateway secured, Captain. دروازه رو امن کردیم کاپتان. طبق نقشه پیش میری. صدای کشت و کشتار داره میاد از اون دور مورا. آره درگیر شدم. این بویه forgive me my prince. منو ببخشید شاهزاده. منم وید. احتمالاً منو یادتون نمیاد. یادم میاد. چی شده؟ به ما حمله شده. نمیدونم اونا کیان. ولی نصف قلعه رو سوزوندن. شما رو باید ببرم یه جای امن اعلی حضرت. خیلی خوب. من اومدم. دنبالم بیایید. اعلی حضرت. میشه به این اعتماد کرد؟ میشه به این اعتماد کرد؟ ای ما بچه شدیم. ای با اینم بازی میشه کرد. چه جالب. دشمن داخل قلعه است متاسفانه. بله اعلی حضرت باید عجله کنیم. کوچولو شمشیرم داره. نیازی به نور نبود. حالا که میخواییم مخفیانه بریم که از درد داره جیغ میزنه. صدای چی بود؟ من باید بهشون کمک کنم. همه چیز آتیش گرفته. برید عقب علی حضرت. اون یکی از ما نیست. نه من باید به وظیفم عمل کنم. اوه تفلی مریضه. اصلا یه ذره از قدرتش استفاده میکنه از نفس میفته. اونا رو توی ضیافت دیدم. داشتن میخندیدن. خوشحال بودن. این لباس سمبرکوای. این یه قلمروی دیگه احتمالا. داریم که چرا امپراتور باید همچین کاری کنه. بذاریم اینجا اطلاعاتی راجعش نزده. آها سمبرک، امپراتور مقدس سمبرک. خب این توضیحات امپراتوری مقدس سمبرکی که براتون زیرنویس میکنم چون توضیحات مهمیه دقیق بفهمید ماجرا چه قراره. سروید این داداشم که جاشوا رو نجات داد و همراه ما هم بود توی جنگ با گابلین ها، ظاهرا یکی از شیلد های وفادار روزاریا است که خود فرمانده شخصا اون انتخاب کرده که با کلایف همراه شه توی ماموریت گابلین ها. و وقتی که جاشوا اونو جونش رو نجات داده تصمیم گرفته که به شیلت ها به سربازهای روزاریا ملحق شه و به اینا خدمت کنه. جاشوا راسفیلد هم که میشناسیمش دیگه، نیازی به ترجمه ماجرا نیست. فقط آخرش یه چیز اضافه نوشته که ظاهرا هویج دوست نداره داداشم، که اینم تو کاتسین فهمیدیم دیگه. بعد اینم که راجبش خوندیم دیگه، دروازه فینیکس. آره چیز دیگه نیست اینجا. خب به مسیر ادامه میدیم.
must find my father. باید پدرم پیدا کنیم. خب داداش، قاعدتا تو نباید جلو باشی. عجب. اوف. لعنتی، هرمزاده همه جا هستن. چرا امپراتوری باید این کار انجام بده؟ اونا متحدای ما هستن. نمیدونم، یکی این وسط خیانت کرده به ما. ضرباتش خوشگله جاشوا. اه بند خدا داره میمیره. تایلر، آخ آخ آخ، زخمش عمیقه. این مرد 100% مرد. بیا این هم میگه لعنتی، زخمش عمیقه، میتونم نجاتش بده. اعلی حضرت، من نگران نباش، حالت خوب میشه. چه بچه مهربونیه. من جلوشونو میگیرم. جونم کلایف. جاشوا بیا اینجا. تایلر تو صدمه دیدی؟ زنده میمونه به لطف اعلی حضرت. سرپرم ارباب مرداک. ما شاهزاده جوان رو، تو شاهزاده جوان رو نجات دادی. آفرین، من بهت مدیونم سرباز. ممنونم سربرم. خود کاتسیناش افت فریم داره، بعضی جا اذیت کننده است. نمیتونیم اینجا بمونیم، باید سریع بریم سراغ دروازه پشتی. Lost Alan to Isargelif. صدایی داره مرده. باشه تا بادها سرعت بخشن به تو تا سریعتر به زالیث برسی. چطور تونستید بذارید آرچدوک و دامیننت فرار کنن؟ پیداشون کنید. The north gate up ahead. There are chocobos in the stables. خب یه تو استاب چوکوبو داریم، دروازه شمالی هم دقیقاً جلوس. برید و Father, take Joshua and get to safety. پدر جوشوا رو بردار و برید یه جای امن. نه من بدون تو جایی نمیرم. تو قراره سپر من باشی، یادت نیست؟ I remember. یادمه. به خاطر همین دشمن اینجا جلوشونو میگیرم که تو بتونی فرار کنی. یه به باقی نیروهامو دستور میدم که خودشونو برسونن به دروازه. حالا شما برید. پس این دوتا موندن، این دوتا رفتن. نه اون دوتا سربازم با اینا رفتن. من به وظیفم عمل میکنم، تو هم باید به وظیفت عمل کنی. میدونم باید مراقب پدر باشی. من رو حساب میکنم جاشوا. خیلی کاراکتر خوبیه کلایف، خیلی خوبه از همه لحاظ. سالا
کاراکتر بی نقصی بوده. عزیزان اتفاق بدی پیش رو داریم، قطعا شک نکنید. بازی فاینال فانتزی اینجوری هم یه جورایی عمیقا با تون بازی میکنن که خب ببینم اکتیو لور دیگه ای نداریم که براتون چیز کنم. آها استولاسس یه همچه چیزی عجب، یه سری جغدن توی بازی، جغدای پیام رسان به اسم استولاسیس یا استولاسس، که اینطوریه که معمولا اشرفزاده ها و افراد سلطنتی به اینا دسترسی دارن، صاحب همچین جغدایی هستن و اینا یه چشم سوم دارن، یه چشم جادویی دارن که از طریق اون به اون فردی که صاحبشونه و باهاشون پیوند خورده ذهناشون به هم انگار مرتبطه، وصله یه جورایی، و نوع پیام رسانیشون هم اینطوریه که اون صاحبشون فردی که بهش پیوند خورده یه چیز رو فکر میکنه، یه وردی رو میگه، اول اون وردی که این داداشم گفت، گفتم چه صدای قشنگی داره، ورده رو میگه، به یه چیزی فکر میکنه و اون فکره میره تو مغز این جغده، توی همین چشم سومش ذخیره میشه و بعد این میره سراغ اون فردی که فرستنده توی ذهنش داشته و فقط و فقط هم سراغ همون میره و فقط و فقط این پیغام رو به اون شخص میرسونه. و این روش پیغام رسانی خیلی خوبه، چون هیچ کس جز اون فردی که قرار پیغام رو دریافت کنه قرار نیست از این پیغام مطلع شه. اون وردی هم که داداشمون خونده ظاهرا ترجمهش میشه اراده من الان بار توئه ای جغد و پیوند ما از بین نخواهد رفت. اینم الوین خودمون آرشدوک روزاریا که پدر جوشو و کلایو، و ظاهرا وقتی به دنیا اومده پدرش مرده بوده، به خاطر همین نتونسته قدرت دامیننت رو بهش بده پدرش، و این قدرت دامیننت شامل حالش نشده و از اونجایی که قدرت دامیننت رو نداشته تصمیم گرفته یه جور دیگه‌ای برای مردمش قلمروش مفید باشه. چه جوری؟ اینجوری که رفته تعلیم شمشیربازی دیده، تعلیم اداره مملکت و این داستانا رو دیده و خیلی هم مفید بوده این کار، چون که تونسته ارتشش رو هدایت و رهبری کنه و قیام‌های و شورش‌هایی که توی مناطق شمالی کشورشون قلمروشون بوده رو سرکوب کنه و اون مناطق رو پس بگیره، و کلاً پادشاه خوبی بوده به هر حال، با اینکه دامیننت نبوده. و آره عزیزان، اینم از این، ما این قسمت رو اینجا تموم می‌کنیم. مرسی که ویدیو رو دیدید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مخلصم تا یه ویدیوی دیگه، یه قسمت دیگه، خداحافظ.